آقای حسین آقای کلانی، فوتبالیست قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس، گفتن راجع به از فوتبال ازشون پرسیدن، گفتن خدا رو شکر کشور ما به سمت روشنایی می رود و به تدریج تمام مشکلات را ترمیم می کند، اما ما کشوری هستیم که هنوز دست از سرمان بر نمی دارند و از گوش و کنار دنیا بر ما فشار می آورند. این مسائل در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مؤثر هستند. آقای کلانی عزیز، ما به سمت روشنایی داریم میریم؟ ما در همین فوتبال، اصلا به چیزهای دیگه من کار ندارم، هفته پیش آقای کفاشیان گفت فیفا یه نامه داده به ما و گفته برای ما توضیح بدید که چرا تو استادیوم سبزوار آدم اعدام کردید. این روشناییه؟ آقای کلانی ادامه میدهند در صحبتاشون، پس از جنگ بزرگترهای جامعه مشغول رفع معضلات جنگی بودند که در طول 8 سال کشور را خراب کرده بود. به همین دلیل بزرگترها در مسائل تربیتی، اجتماعی، فرهنگی کوتاهی کردند. بیشتر ورزش‌هایی که در ایران هست وارداتی است. همین فوتبال که بیش از 80 سال در ایران سابقه دارد، یک ورزش وارداتی و متعلق به یک فرهنگ بیگانه است. در سال‌های دور تلاش می‌شد که فرهنگ فوتبال با فرهنگ بومی ایران تلفیق شود. قصد این بود که راه و رسم پهلوانی که گذشت همکاری و ایثار بود در فوتبال ظهور کند. آقای کلانی، همه دنیا فوتبالشون ناپاک و غیر پهلوانی اینا، شما خواستی تلاشتون این بود که این ورزش وارداتی رو تلفیق کنید با فرهنگ بومی ایرانی؟ مشکل فوتبال امروز ما دلال بازی و مشکلات فرهنگی استادیوم هاست. فوتبالیست های بی تفاوت و بی گذشت. بازیکن با مربی و تماشاگر درگیر می شود. تماشاگر با بازیکن مشکل دارد و مدیران با هم درگیر هستند. در مصاحبه ها حرمت ها نگه داشته نمی شود. خدا پدرت بیامرز، این توضیحاتی که شما دادی همون آدرس روشنایی رو ما قبول کنی؟ شما خودت داری میگویی که فوتبال ما دلال بازیه، فرهنگ استادیوم ها خرابه، فوتبالیستا بی تفاوت و بی گذشت شدن، بازیکن با مربی و تماشاگر درگیر است، تماشاگر با بازیکن مشکل دارد. ببین، شما خودت هم میدونی که این بخش حرفت درسته، منتها بابا جان یه کمی آدم سکوت میکنه اگه نمیتونه دلش رو بگه، که اینقدر زد و نقیض صحبت نکنه. آخه فوتبالی که شما مشخصاتش رو اینجوری میشماری، خدا وکیلی به سمت روشنایی میره. تازه شما جامعه را هم گفتی. در ادامه فرمودید که وقتی که از ایشان در مورد تبانی در لیگ سوال شده است، یعنی حقه بازی، یعنی بازی ها بازی ساختن، یعنی اینکه نتایج بازی ها رو از قبل رقم زدن، یعنی این که در برنامه قبل نشون دادیم یارو 20 میلیون میگیره که یه پنالتی بده، این همون تونل روشناییه که ما داریم میریم. ایشان میگوید وقتی این مسائل برملا میشود، از یک طرف خوشحال میشوم که خوشبختانه این فساد در جامعه ما پنهان نمیماند که رسیدگی کنن. آقای کلانی ها، مثل همون 3000 میلیاردی که خوشبختانه برملا شد اما گفتن کشش ندین. نه حسین آقا، داستان اینجوری نمی شود. و در ادامه هم گفتن که مهم این نیست، اینو فکر کنم در پشتیبانی از آقای رویانیان و دیگران گفتن، گفتن مهم این نیست که مدیر فوتبالیست باشد، مدیر باید متخصص امور، مدیر باید یک برنامه ریز خوب باشد، متخصص های مختلف را در کنار هم بیاورد و حرفه‌ای عمل کند، ضمن این که همیشه مبصر را از بین شاگرد اولها انتخاب نمی کنند. اولا آقای کلانی، مبصر و مدیر دوتا مقوله جداست. مبصر یه نفر میذارن وظایفش هم مشخصه، برپا میگه، برجا میگه، اینا که ما یادمونه، حالا که نمیدونم مثلا دیگه مبصر هست یا نه. برحال مدیر که مبصر نیست که. گفتم این پراکندگویی حسین جان از اینه که شما از دلت صحبت نمی کنی. مگه میشه بازی کنی با مشخصات شما، با اون سابقه تحصیلی، با بیش از
20-30 سال در امریکا زندگی کردن این مسائل رو نبینه، شاید هم صلاح میبینه که نبینه. بر صورت خبری رو خواندم که جناب آقای مهرجویی، داریوش مهرجویی، عکسی از آقای مهرجویی داشتم، بله، آقای مهرجویی قصد دارد تا عضو شورای شهر محمد شهر کرج شود. آقای مهرجویی گفتن من قصد دارم عضو شورای محمد شهر کرج بشوم، زیرا معتقدم نام حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام روی این شهر قرار دارد و باید این شهر زیبا و تمیز باشد. یکی از دوستان میگفتند که این عجیبه که یک کارگردانی با به نخبگی آقای مهرجویی، با اون تخصص کم نظیری که در کار کارگردانی فیلم در بین کارگردانان ایران دارد، بره مثلا بخواد داخل شورای شهر و این بازیای سیستم بشه. ما باید در مورد حسین آقای کلانی، در مورد هر کسی، ما باید بیایم ببینیم یکی معلمه، یکی مهندسه، یکی کارگره، یکی کارگردان فیلمه، یکی هر کسی یه تخصصی داره و این تخصص هم همه به هم نیاز دارن. یکی تعمیرکار ماشینه، یکی طبیبه، اصلا هم نمیشه گفت کدوم مهمتر از اون یکی، همه به هم احتیاج دارن. شاید بشه مثلا چه میدونم زندگی روزمره رو بدون کارگردان فیلم گذرون، اما فکر نکنم بدون تعمیرکار ماشین مثلا میشه گذرون، ولی یا میشه بدون گزارشگر فوتبال گذرون. اما اینا هر کدوم تخصصایی دارن. مثلا آقای شجریان خواننده است، آقای افتخاری خواننده است، آقای مهرجویی کارگردانه، آقای پناهی کارگردانه، آقای کیارستمی کاری، همین تخصصهای مختلف. خب اینا به قول معروف سلبریتی هستند، معروف هستند. فوتبالیست آقای کلانی، آقای بهزادی، آقای قلیچخانی، اینا اینا در حوزه تخصصی خودشون حرفایی که بزنن و متخصصین میتونن بررسی کنن رنجل. اما وقتی وارد حوزه اجتماعی میشون، بعضی اصلا کار ندارن به حوزه اجتماعی، ولی برخی که کار دارند وقتی وارد حوزه اجتماعی میشن اون وقت مورد بررسی قرار میگیرن. مثلا آقای شجریان تخصص آواز دارن، یا پناهی همچون که عرض کردم کارگردان سینماست، افتخاری به همین ترتیب، یکی خانم ستوده مثلا وکیل هستن. اما هر متخصصی نسبت به مسائل جامعهشه که میتونه ایفای نقش کنه. اونجاست که جدای از تخصصش فعالیتهاش در حوزه اجتماعی مورد نقد قرار میگیره. مثلا صدای آقای شجریان و آقای افتخاری، خب هر دو خوبه، مگه میشه گفت مثلا صدای آقای افتخاری بده؟ اما حضور اونها توی مسائل اجتماعی است که یکی رو احتمالا محبوبتر و یکی رو کمتر محبوب میکنه. موضوع مهم اینه که این شهرت و این تخصص در خدمت چیه؟ اینه که تعیین کننده عیار اون متخصص در حوزه اجتماعی میشه. بعضی ها اساساً به حوزه اجتماعی به طور مستقیم لااقل هیچ کاری ندارند. در اجتماع هرچه بگذرد این آدم ها کار خودشونو میکنن. مثلا صحبت از آقای مهرجویی کردم الان، صحبت از آقای مهرجویی کردیم الان، مثلا آقای کیارستمی، ایشان بسیار کارگردان بزرگی است، اما آقای کیارستمی به مسائل جامعه کاری نداره. چی میگذره در جامعه اینا زیاد براش چیزی نیست، مشغول فیلم سازیشه، بسیار مورد احترامه، بسیار موفقه، اما در حوزه اجتماع زیاد کاری ایشان ندارند. از اون طرف ما جعفر پناهی رو داریم، در این عکس کاملا مشخصه داستان. جعفر پناهی به همون اندازه کارگردان خوبی هست،
اگر نه بیشتر، اما در حوزه اجتماعی هم حرف داره. در حوزه اجتماع وقتی آدم حرف میزنه، مثل آقای کلانی که الان اومدن صحبت کردن، یا آقای مهرجویی که اومدن صحبت کردن، یا آقای شجریان که صحبت میکنن، دیگه اون بحث در حوزه اجتماع هست که مورد تحلیل قرار میگیره، نه این بحث به خاطر اون تخصص خوب همینجور بهش به به و جه جه بگن. اصلا اینجوری نیست. بحث تخصصی به جای خودش، بحث اجتماع. مثلا آقای مهرجویی در حوزه اجتماع وارد شدن، میخوام برن مثلا در شورای شهر، خب بگین من میخوام برم شهرسازی کنم. وقتی میگویید که اسم این شهر چون محمد شهره و اسم پیامبره باید حتما زیبا باشه، و این حرف زیاد به دل انسان نمینشینی. نه اینکه این حرف بدیه، این با اون کارگردانی شما، نحوه صحبت کردن شما در فیلم ها متفاوته. یا آقای کلانی، شما میتونی بگی جامعه داره به دنبال روشنایی میره، اما چه وجهی از زندگی شما به این جامعه شباهت داشته؟ حجازی و خبیری و پروین و کلانی و قلیچخانی، این اسمان مخصن گذاشتم، همشون فوتبالیست بودن. تو اینا کیا رو داریم؟ خلاصه که بعضی ها همیشه تو آفسایدن، اینا عرض میکردم. حجازی و خبیری و پروین و کلانی و قلیچخانی همه فوتبالیست بودن، اما با هم فرق دارن. در حوزه اجتماع اینا با هم دیگه فرق دارن، و مردم هم در دراز مدت در حوزه اجتماع هست که آدم ها رو قضاوت میکنه.